سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز جمعه 1 اردیبهشت ماه در 799 شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته را با هم مرور می‌کنیم. فرار میثاقی پس از تشویق عادل فردوسی پور. در حاشیه مسابقات جام رمضان سبزوار که با حضور محمد حسین میثاقی برگزار می‌شد، بعد از اون که هواداران به تشویق عادل فردوسی پور پرداختند، مجری برنامه فوتبال برتر ترجیح داد که دیگه در استادیوم نمونه و سالن 3500 نفری سربه‌داران خارج شد تا دیگه تشویق شدن عادل رو تحمل نکنه. جنگ جاربی از نشست خبری شروع شد. مدت هاست که استقلال و پرسپولیس نشست های خبری قبل از مسابقات خود رو در سازمان لیگ برگزار نمی کنند و با تصمیم بخش رسانه‌ای دو تیم، ریکاردو ساپینتو و یحیی گل محمدی در بازی‌های خانگی خود در ورزشگاه تمرینیشون کنفرانس مطبوعاتی می‌ذارن. این مسئله حالا در آستانه داربی دردسرساز شده. بر اساس قوانین، برگزاری نشست خبری قبل از بازی بر عهده باشگاه میزبانه و پرسپولیسی‌ها قصد دارند نشست خبری قبل از بازی رو در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کنند. اما این موضوعی نیست که به مذاق ساپینتو خوش بیاد. جالبه که در بازی رفت هم استقلالی‌ها تصمیم گرفتند نشست خبری رو در کمپ حجازی برگزار کنند و همین باعث شد تا یحیی گل محمدی به این کنفرانس نره. آمار پنالتی‌های پورتو با تارمی جهانی شد. پایگاه داده و آماری CIES در گزارشی به انتشار فهرستی از بیشترین پنالتی‌های گرفته شده برای تیم‌های فوتبال دنیا از ژانویه 2020 اقدام کرده که در این میون نام پورتو هم در میان باشگاه‌های منتخب دیده میشه. طبق این گزارش، مهدی تارمی نقش زیادی در پنالتی‌های کسب شده برای تیم پرتغالی داره. تدبیر ویژه کمیته انضباطی برای جدال سرخابی‌ها. به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار دو تیم پرسپولیس تهران و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه در حالی برگزار میشه که سهیل آرحیمی به عنوان ناظر ویژه انضباطی در این دیدار حضور داره. احتمال افزایش تماشاگران حساس‌ترین بازی فصل. با اعلام خبر 15,000 تماشاگر در داربی از سوی نایب رئیس فدراسیون فوتبال، تیم‌های پرسپولیس و استقلال به صورت مشترک درخواست دادند داربی با حضور تماشاگران بیشتری برگزار بشه. درخواست دو باشگاه برگزاری داربی با حضور 40,000 نفر بود. فعلا با این درخواست موافقت نشده، اما ممکنه شورای تأمین اجازه بده تماشاگران بیشتری برای این بازی به استادیوم بیان.